منوچه رادی بالاخره مجبور شد به زور قانون و دادگاه دختری سوفیا رو به پیش مادرش یکتا ناصر برگردونه با ما همراه باشید جدیدترین هواشی رو با هم مرور میکنیم در مورد بازگشت دختر یکتا ناصر صحبت میکنیم همینطور در مورد دادگاهی که امروز منوچه رادیو و یک ناصر توش حضور داشتن و در مورد هزانت بچهشون تصمیم گرفتن هم یه مروری انجام میدیم تا پایان با ما باشید سلام سلام چطوری رفقا به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید و دارم حال احوالتون خوب باشه و به کام باشه خب همینطور که این چند روز توی کانال ویدیوها رو دنبال کردید قرار بودش که منو رادی چهارم فروردین ما دخترش سوفیا رو به پیش مادرش یک ناصر برگردونه ولی اینطور که دیشب یک ناصر مدعی بودش هنوز از دخترش خبری نداشت ولی خب امروز صبح مثل این که هر دو نفر یعنی یک و منوچه رادی در دادگاه حاضر شدن و در مورد هزانت بچهشون تصمیم گیری کردن با توجه به اینکه قبلا در طلاق این دو نفر هزانت دختر به مادر سپرده شده بود دادگاه مجددا منوچه رادی رو به خاطر این تاخیرش توی بازگشت دختر معاخذه کرد و اون رو مجبور کرد که دخترشون سوفیا رو به پیش مادرش برگردونه و واسه همین هم منوچه رادی مجبور شدش این کار رو انجام بده منوچه رادی بعد از بازگردوندن دخترش پوستی رو تو این استگرامش منتشر کرد و نوشت دختر قشنگم گوشگوله پیدر امیدوارم در کنار مادرت خوش باشی و صحیح و سلامت سال نو شما عزیزان هم مبارک جالبه که بعد از این پست منوچهر هادی هر دو نفر هم منوچهر هادی و هم یک تاناصر تمام پست ها و استوری هایی که تو این چند روزه توی پیجشون قرار داده بودن رو آرشیب یا حذف کردن یک تاناسر هم هنوز خودش توی پیجش چیزی قرار نداده ولی خواهر یک تاناسر نیکتا ناصر بعد از بازگشت سوفیا براش نوشت یک تا دخترش رو بعد از گذروندن مراحل پیچیده ای پس گرفت سوفیا جانم با مادرش به خانه بازگشت سپاس از تمام عزیزانی که در این مدت همراه ما بودند سپاس از حمایت مردمی که باعث شدن فریاد ز... یه زن به گوش برسه یک تا برخورد برخود موظف میداند در اسرع وقت برای کسانی که حمایتش کردند قضاوتش کردند شرایط مشابهی دارن و هر لحظه پیگیر رسیدن سوفیا به آغوش مادر بودن توضیحات کاملی رو ارائه داده و شفاف سازی نماید آرزو داریم با اصلاح قانون هیچ مادری از طریق فرزندش تحت فشار قرار نگیرد که مجبور به حذف کردن پست این استگرامش نباشه اطمینان داشته باشید یک تا از دل این اتفاق ترخ شکوفا میشه و با قدرت صدای زنان و مادرانی خواهد شد که پشوانه ای ندارند خب خواهر یک تاناسر با این پستش یه جورایی قضیه یه بازگشت سوفیا رو تایید کرد و همینطور تلوی هم گفتش که دادگاه مجبور کرده که هم یک تاناسر و هم منوچه رادی این پست ها رو از پیجشون حذف بکنن اما یک تاناسر که حدودا دو سالی هست از همسرش منوچه رادی جدا شده امروز ملاقاتی رو با همسرش در داد سرای قضایی داشتش دستور مهم قاضی به منوچه رادی و خانم یکتاناسر چی بودش یکتاناسر و منوشه رادی امروز به دادسرای تهران حاضر شدن و با پادرمیانی قاضی شهریاری به اختلافشون پایان دادن اونها پوست های منتشر شده رو در صفحشون هم پاک کردن قاضی محمد شهریاری گفت امروز این دو هنرمند عزیز با حضور در دادسرا مشکل ایجاد شده رو در خصوص فرزند مشترکشون حل و فصل کردن و با هایی که با آنها شد به توافق دست یافتند تا تلاش بیشتری جهت آرامش و پیشرفت فرزند مشترک خودشون سوفیا انجام بدن با اینکه یک دانسر حالا به قاضی و دادگاه قول داده که پست تحریک آمیزی توی پیجش قرار نده ولی خواهرش مثل اینکه آزاد هستش که هر چیزی که دلش میخواد بگه اون توی استوری پیجش خطاب به منوچه رادی نوشت آقای هادی شما که شرف همه مادران رو قسم خوردید به اینکه سوفیا چهار فروردین پیش مادرش است فکر میکنم نفهمیدی چی از دهنت میاد بیرون تو لیاقت پدر شدن هم نداری چون شعور و درک زنان و مادران دختران جامعه رو نداری و فردی هستی که خودت پشوانه پرورش زن ستیزی هستی خدا به تایفه ناصر نه به تو رحم بکنه اون در ادامه با ریستوری کردن یکی از استوری های فنپیش ها نوشت پدری که هزانت فرزند از او سلب شده بی اطلاع همسر سابقش که هزانت رو عهده داره کودک رو جای نامشخصی برده و این وسط بعضی توقع دارن زنی امروزی و با پشوانه مثل یکتا ناصر سکوت بکنه تا دخترش در کناری پدری باشه که مجاز از فرزندش رو فقط هفته یک ساعت در کلانتری ببینه. هر ظلم آشکار رو فریاد کنید صدای یکتا ناصر باشید. البته این زوج هیچ وقت توضیح در مورد اینکه چرا هزانت دختر با پدرش نبوده و با اینکه بیش از هفت سال سن داره مادرش تمام وقت هزانت بچه رو بر عهده داره توضیح ندادن ولی احتمال داره که مشکلی توی منوچهر هادی بوده که دادگاه این رأی رو به نفع یکتا ناصر داده و شاید هم توافقی بین این دو نفر صورت گرفته و به این شکل توافق کرده باشه اما تو این دعوایی که یک دو ناصر و منوچه رادی تو این سه چهار روزه داشتن واقعا مقصر کدوم سمت دعوا بود <applause> تو این چند روز افراد مختلف نسبت به حمایت از دو سر دعوا پرداختن و بعضیا منوچه رادی رو مقصر میدونستن و بعضیا هم یک تا ناصر رو اما یکی از جالب ترین تحلیل ها رو شاهین سمدپور فعال اجتماعی و مستندساز توی پیج خودش قرار داد اون در مورد این دعوایی که بین یکتا ناصر و منوچه رادی بر سر هزانت فرزندشون اتفاق افتاد نوشت در مورد این دعوای خانوادگی که عمومی شد من هم نظر خود شخصی خودم رو عرض می کنم به نظر من از هر نظر نگاه کنی علنی کردن کار قشنگی نبود خود مردم مگه توی زندگی... هاشون کم درد و مشکل دارن قرار نیست هر دعوای خانوادگی رو بریزیم تو فضای مجازی و سایرین رو هم درگیر ماجرا کنیم حالا موضوع آبروی بچه در آینده جای خود این دو عزیز میتونستن با کمی صبوری دعوای خودشون رو از طریق مرجع قانونی حل کنن به هر حال حتی اگه بر فرض مثال پدر مقصر ماجرا بوده بچه دست راهزن اسیر نبوده که دست پدرش بوده پس ماجرا در این حد هم بحرانی نبوده که شب اول عید انقدر ذهن مردم و جامعه رو درگیر کردی میشد راه های بهتری رو هم برای حل این ماجرا پیدا کرد خب رفقا امیدوارم این پایان دعوای بین یکتا ناصر و منوچه چه رادی باشه و دیگه دخترشون این وسط گوشت قربونی نشه و بیشتر از این لطمه نبینه توی کانال چند تا ویدیو تو این چند روزه براتون قرار دادم که هواشی کامل این دعوا و ماجرا به صورت کامل پوشش داده شده از ابتدای ای تا همین امشب فکر میکنم پنج تا یا شیش تا ویدیو توی کانال قرار دادم حتما ویدیوهای دیگر رو هم تماشا کنید کانال رو هم ممنون میشم سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید حتما نظراتتون رو هم در این مورد برای ما کامنت بکنید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید